از درخت ها اونی قوی تر میشه که نوک شاخه هاش به خورشید نزدیکتره و سر ریشه هاش به آب. این یعنی تلاش همیشه که هر روز با خودت بگی نوک برگا کجاست و ریشه هام کجای خاکه، و اونقدر ادامه بدی که با هر بار سبز شدن و زرد شدنت روحت تازه بشه، و این تازه آغاز یه مسیر که تهش هر چی باشه بزرگ شدن و رسیدنه. رخ به رخ همون بذریه که تازه داره این مسیر رو شروع میکنه. تو این شروع امشب میزبان کسی هم که میتونه خیلی حال هممون رو خوب کنه. حسن ریوندی از اون طنازای جذابیه که مثل هوای تازه میمونه واسه شاد کردن و حس خوب. امشب قرار بذر رخ به رخ شدن رو توی دل مخاطبمون بکاریم، به امید روزی که یه درخت تناور بشه. راستی سلام، به اولین برنامه رخ به رخ خوش اومد. منو چیز کن که مثلا بهرام رادان و گلزار پیش من صفر بشن. شما جذاب هستی. بله. خوشگل داشتن، خوشگل کن منو. بعد آقای دانایی هم میرگیر میشه. ببین؟ گریم شدم. گریم، اصلا گریم سرخوده. ماشاءالله. از چشای شما هست. نه، چشای من اتفاقا شیرین شور نیست. باید صد هزار الله اکبر ماشاءالله نگاه که قدر رعنا اصلا مدل لباس دکمهش به راحتی بسته شد، من شکم بردم چاق شدم. چقدر جالبه ماشاءالله. شما هم خیلی خوش تیپی. چرا؟ آره خوش تیپم. این را میگه که منو مجاب کنی پای میز اجرات اون چیزی که میخوام بگی. آره بابا بکنم خدای من. آقای دانه به نظرم دوستون دارن زیادی تلاش میکنن. اصلا شما احتیاج بگیریم داری؟ نه آخه خدا بیم من اون چی که خدا این کار خداست. به بنده اصلا زور به خدا نمیرس. تو هر کاری کنی نمیتونی من اون خوش کنی. چون خدا خواسته که من اصلا به کارم میخوره قیافم. اگه قیافم اینجوری نبود اصلا مردم من نمیدونم. تا حالا شما گریم های متفاوت تجربه کردی؟ آره من گریم های این استنداپ هایی که میکنی تا حالا شده که با گریم مختلف یا متفاوتی انجام بدی یا نه؟ من لزوما گریم نمی کنم. تمام برنامه‌ام گریم نمی کنم چون دیگه پذیرفتم. اینجا چون برنامه قرار پخش بشه اینا به زور گفتم بهش این گریم شو، گفتم من همینم هم که هستم نمیخوام. دیگه گفتن اینا گریم شو، بعد چون رفله میده صورت عرق میکنه، گفتم من صورت من چربی میده. به خاطر همین بیبی فیس موندم جوان به این سن و سال، چون پوست چرب چروک نمیشه و تو شاداب میمونه پوست، در حالی که من سن خیلی زیادی دارم. اما هر جا میرم میگن تو چند سالتونه؟ من میرسیم بهش حالا پای میز محاکمه. آها باشه محاکمه. آره رخ تو رخ شده بهت میگم. عموما من میبینم که کمدین ها یا کسانی که استنداپ کمدی انجام میدن سعی میکنن لباس های راحت تر بپوشن، ولی شما تو همه شوهاتون یا کنسرت های استندآپتون کت و شلوار می‌پوشین. این خودخواسته است، یعنی یه چیزیه که دلیل علمی داره. آها دلیل علمی شما. من وقتی طنز میگم با این لباس، این اولین پارادوکس، یعنی اولین تضاد در ذهن تماشاگری که روبروی من نشستن، یعنی خودش یه زمینه طنز داره. آره اصلا همون اول همه کپ میکنن، تعجب میکنن. همون شد از این زشتر نمیتونه شما در آیا روندی کمدین مورد علاقتون به لحاظ نحوه پوشش کیه؟ داری اصلا کسی با من؟ آره من همه رو دوست دارم، همشون دوست دارم، همه رو دوست دارم، همشون عالی هم خوب هم نقص، خیلی هاشون الهام میگیرم از چاپلین بزرگ گرفته که 100 سال فکر کنم میگذره از آثارش تا الان، و بر هاردی و جیلوی سوخه همه رو دوست دارم. از جیلوی دوبلش هم خیلی خوب بود. آره بعد در ایران هم تنازه خوب مثل آقای اکبر عبدی، رضا عطاران، جواد عزتی، همشون برای من جالبان جذابن و برای من انگیزه میشن. در واقع وقتی نگاه میکنم کاراشونو به شوق میام، به انگیزه میام که منم مثل اونا برم روی صحنه بچره کنم، مردم شاد بشن. و اونا تلویزیون دستشونه، تلویزیون فعالیت میکنن، سینما و سینما. اما من هنوز پرده سینما منو پخش نکرده تا حالا. همیشه دوست داشتم مردم منو بشناسن و کچلی. آقا داری فخ میفروشی به خدا. نه این کچلی من اصلا ناراحت نمیشم در این. من به شما به یه فرش فروشی معرفی میکنم که فخ فروشی بری. نه فخ رو موکت نخوابی که تخت و لاغر بشی نارو دو فرش بخوام. خب
بریم به سمت میز گفتگو. بریم به سمت میز گفتگو اگر جرأتش داری. آقا من میتونیم بریم. متشکرم. بله بفهم. مرسی. بفهم. مرسی. شما واسه این راه در اینجاست. بله. مراقب پای در باشین. کدوم رو میشینی؟ بفهمید شما. من این برش. سمت چپ از در لطفاً. در. بله. بفهمید. به 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 به. چه میز خوشگلی. خب الان باز کنم جمله آغاز کنم. الان راحتی؟ بله الان عالیه. خواستم یه مقدار احساس راحتی سر جاتون بکنیم بعد شروع کنم. آقای ریوندی شما به عنوان یک فرد موفق میدونم که کودک کار بودیم. از 6-7 سالگی کار کردین در مکانیکی و میوه فروشی، بعدش هم حتی کارگری و بنایی هم کردین. این سختی‌هایی که در کودکی کشیدین درست چقدر بهتون کمک کرده که الان در این موقعیت باشین؟ یعنی سوالم این بود که اگر بتونین این اختیار رو داشته باشین که این کودکی رو تجربه نکرده باشین. خب حالا بهتون میگم دیگه، من اگر برگردم به عقب این دفعه در سن تقریبا 12-13 سالگی من بسیار بسیار حرفه‌ای تقلید صدا می‌کردم. می اومدم خودم معرفی میکردم به جامعه هنری به هر طریقی شده، از طریق آشنایی فامیلی کسی، و میگفتم که هنر منو بیارید به منصه ظهور که ببینن مردم خوششون بیاد. حالا تو محافل عروسی، حالا تو جنگ ها، برنامه ها، نمیدونم تلویزیون. یعنی حسرت بزرگ شما اینه که چرا زودتر و از سن پایین‌تر در مسیر رشد قرار نگرفتین با توانایی که داشتین؟ در مسیر رشد حرف قشنگی آره، زودتر میتونستم به یه درآمدی برسم که حتی بتونم خانوادم رو ساپورت کنم. ما یه خانواده پر جمعیت بودیم و میتونستم خیلی زودتر بعد از خواهرام که از من بزرگترن کاری کنم که ازدواج کنن، زودتر ازدواج کنن، اما دیر ازدواج کردن همین خاطر. چون اکثر خانواده های محروم معمولا بچه هاشون دیر ازدواج میکنن، چون امکان یه جهیزیه، امکان یک عروسی که دوماد برگزار کنن ندارن. شاید باورت نشه من اولین باری که غذای خوشمزه خوردم در کودکی و خیلی اتفاقی بود، در یک محفلی به توسط دوستم که باباش منو به اون مهمونی برد، چلو مرغ میدادن، یعنی زرشک پلو با مرغ بود، چیز خاصی هم نبود. بعد ما این وضع رو نداشتیم که در ما چلو گوش، چلو مرغ آبگوش، غالب غذاهای ساده و کم هزینه بود چون که وسعمون نمی‌کشید. باور کنید اولین قاشقی که با برنج و مرغ تو دهنم گذاشتم و خوشمزگی و عطرش پیچید توی دهنم، بغض کردم، لقمه پای نمی‌رفت. چون همون لحظه یاد خانوادم افتادم و گفتم که کاش اونام سر این سفره بودن و از این طعام می‌خوردم و لذت می‌بردم. آقای ریوندی حال خودت چطوره؟ حال خودم خوب نیست حقیقتا. ببینین چون خیلی می‌بینیم که کسانی که کار کمدی میکنن یا استنداپ کمدی میکنن حال خودشون خیلی، حتی دور از جون شما، افسردگی دارن. میخوام ببینم حال خودت چطوره از اینجا. خب حال میدونی برای چی کمدین‌ها و کسایی که طنز کار میکنن، این دلیل علمی داره که خودشون دچار افسردگی و سرخوردگی، دلمردگی و بی‌تفاوتی نسبت به دنیا میشن. دلیل اصلیش اینه که من طناز وقتی روی صحنه میرم، حالا چه صحنه‌ای که مردم روبروی من نشستن، چه کسانی که در تلویزیون دارن طنز ارائه میدن یا در سینما، منبع توزیع این جریان شادیه و داره تشعشعات شادی رو از خودش که منبعشه پخش میکنه بین میلیون‌ها یا میلیاردها نفر در دنیا نگاه میکنن. خب این منبع وقتی که خالی میشه باید تغذیه بشه، پر بشه. معمولا اتفاق واسه یه طنازه نمیفته. این پسره کی بود؟ کار طنز آمریکا خیلی قد بلند. جیم کری. جیم کری. جیم کری مثلا یه مدت دیگه رفت تو جنگل دیوونه شد. بله بله، یه مدت زیادی رو کار نکرد. این که بعد منبع تغذیه پر بشه، شما وقتی باتری موبایلتون تموم میشه میزنه لو باتری، بعد که توجه نمی‌کنه یه زرت خاموش میشه. الان یه اتفاق، یه چیزی جالب بهت میگم. اینو بیننده از این دقت داشته باشید که
اینو خودم تازه کشف کردم که اشکال نداره میکنم اینجا. نه دوربین. نه راحت باشین دوربینه دیگه. من خودم امتحان کردم وقتی که باتری موبایلتون داره تموم میشه این دو شاخ سیم برقش رو بزنید به پریز بعد شارژ میشه. خدا شاهده من قبلا نمیدونستم بودم این چیز نمیشه. زدم شد وقت خیلی نزدن خاموش شده گوشیشون. نه به پریز بزنید اون منبرش ما اون منبر رو ندهیم لاکر دار که ما رو شارژ کنید. شما در میان سالی این منبر رو پیدا نکردین که شارژ چی؟ نه من متاسفانه این منبر رو جلو تدمن رو نتونستن. چارلی چاپلین رو نتونه. لوری هاردی رو نتونستن. نمیتونه. خیلی احساس کنه دارین تحلیل میرین. اما دارم تلاش میکنم چون اخیرا با مشاوره گرفتم در مورد این موضوع. قبلا مشاوره گرفته بودم. گفتم که من پا در مسیری گذاشتم مثلا در 12 سال پیش. پا در مسیری گذاشتم که قرارم در آینده شاید روش کنم. اگر اتفاق افتاد چگونه با مردم تعامل کنم؟ چگونه رو در رو بشم؟ چگونه رخ تو رخ بشم؟ این که دارین از مشاور استفاده میکنین که خیلی هم مهمه نشانه اینو بدون تارو ورز میکنم. نشانه هوش سرشار شماست. چون کسانی که این نیاز رو در خودشون میبینن که چه مشاور روانشناسی، مشاور جامعه شناسی استفاده کنه از نظرات دیگران برای رشد بیشتر خودشون. این همون باتری است دیگه. خب ببینید این همون پریز است که باید ازش کمک بگیریم که شارژ بشین مجددا. بعضی از هنرمندا یا فوتبالیستا یا کسی که در جامعه مطرحه وقتی که به افسردگی مبتلا میشه یا سرخوردگی تا بهش میگی یه مشاوره برو میگه دیوونه خودتی. بله خیلی افسرده خودتی. نه پذیرش خوب شده ها الان خیلی بهتر شده. بعد پذیرش بعد بپذیریم که ما نیاز داریم که گاهی اوقات کسانی که سوادشون یا تخصصشون از ما بالاتر در این زمینه بیان ما رو راهنما بشن. همه انسان ها در مراحل مختلف زندگیمون دچار سختی میشیم نیاز به لنگرگاه داریم. درست. که مجدد بتونیم بلند شیم و حرکت بکنیم. مثلا من خودم لنگرگاه هم در سختی های خاصی که در زندگیم داشتم پناه به خداونده. من در تایید فرمایش شما اینو عرض کردم. الان این چون گفتی لنگر الان میگن که با خدا بودن بهتر از ناخدا بودنه. درسته؟ ببین من جمله رو تکمیل کردم این جمله رو. اولین بار که شنیدم که با خدا بودن از ناخدا بودن بهتره. ناخدا کشتی گفتم ناخدای با خدا بودن تو را به ساحل امن نجات میرسونن. به به. وقتی ستون‌های جهان افتاده باشد، وقتی که سقف آسمان افتاده باشد، چیزی اهمیت نخواهد داشت. بگذار فنجان چایت از دهان افتاده باشد. می‌ترسم از روزی که در حال تماشا آینه‌ای از دستتان افتاده باشد. گم کرده باشی راه ساحل را. حالا توی کشتی راه ساحل هم گم کردی. گم کرده باشی راه ساحل را باد موافق بیاید بادبان افتاده باشد. باد موافق هم داره تو رو برسونه به ساحل. بادبان رو افتاده نمیره بالا. چقدر جالب. چقدر خوب. چقدر قشنگ. آره با. مرسی. ما از این حرف هم بلدی میزنیم. خب. عرض کنم که اگر فیلم زندگی شما رو بخواین بسازن کیا بازی میکنن؟ از لطفاً فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگران بخوام بگنجونم میگم مثلا کدوم شخصیت بیارم بگم مثلا جواد عزتی در سن 30 چند سالگیم یا مهران مدیری در آیندم یا مثلا رضا عطاران تقریبا هم سن سال عجب هوشمندانه بود. حالا من یه سوال از شما بکنم بفهمید چون مجری الان هستی تو مجری ها این چالش رو میخوام به چالش بکشم مردم رو و نظرسنجی کنم از مردم بینندگان برنامه بین مهران مدیری رضا عطاران جواد عزتی کدومشون به نظر شما تناسترن و بهترن؟ درگاه دارین تو برنامه‌تون؟ آدرسی رو در همین زمان که شما فرمودید آره آدرس برنامه اعلام میکنن که برن کامنت بذارن. آره آدرس برنامه بهتون میگن که شما اس ام اس کنید یا کامنت بذارید. آقای روندی ما یه بخش داریم در برنامه رخ به رخ که از مهمونم خواهش می‌کنم که در اتاقک رخ به رخ در ارتباط با معضل اجتماعی که دغدغشه صحبت بکنه. می‌خوام از شما خواهش بکنم برای ما و برای مردم
استنداپ کمدی اجرا بکنیم. آرام برم؟ بله لطفا. خب بایزه شما و بایزه مردم عزیزی که برنامه بسیار جذاب و نو و منحصر به فرد رخ به رخ رخ به رخ رو میبینن، بایزه شما بریم تو اتاق که تنزیم. خیلی ممنون. در اینجاست. از در تشریف ببرین. قیج از زار منم پس منم باز کنم بیام. بستش برای شما چیز دولاش واقعا کاری نبود. از این طرف می منو کجا داره میبری؟ برامتون تو با کجا من آقای دانایی به سمت اتاقک. اتاقک چی؟ اتاقک گفتگو الکتریکی. صندلی الکتریکی نه نه منو بکش. قهرمون این نبود. کجا داره منو میبریم پشت؟ نه نه اینا کلیه هامو در بیاری. همه شما میخوای کلیه های منو در بین بپوشیم واسه یه برنامه؟ من اصلا نمیام تو. تو هم نمیای تو؟ نه بفرمایید. کی اون تو؟ در اختیار شماست. هیچ کی تنها بازه. سلام مخلصی بفرمایید. راحت باشید. بفرمایید چقدر پشه اینجاست؟ مخلصا پشم هست؟ نه بکنم یه ذره بعد بیام جلوتر. آه بیام جلوتر که نورتون میپر پشه نشست رو چشم به خیالشم و کشمشم بشه نشست رو دماغم به خیالشم و چماغم. خب بریم. بفرمایید. خب میدونم که شما به حسن ریوندی رو به همه آقا چه زحمت کشیدید. از کجا نیستی من دهنم خوش شده؟ چه کلاهای قشنگی داری خدا، شبیه هری پاتر هم هستی خورده. موهاش رو نگاه میکنم، هرکی مو داره من نگاه میکنم کیف میکنم. نوش جونتون با موهاتون. بس خیلی مهم. اسمت چی همون؟ من دانیال. دانیال؟ خیلی صندوق میگی؟ تموم شد. تموم شد؟ بعد دیگه گذاشتی کنار یا برداشتی از کنار؟ گذاشتن. گذاشتی کنار؟ خب نمیخواه از کنار برداری؟ دانی بارد، خب میخواهیم برنامه اجرا کن تو بارد. دست در نکن. من بچگیمون براتون بگم همینطور الان که الان تازه خوب شدم، الان قیافم قابل تحمله. میبینن میگن خب این آدمی واسه خود اینم کسی. بعد جالبه یه عکس پیدا کردم، من یه عکس دیدم تو آلبوم. هر بار میخوام اینو بگم بغضم میگیره. اینو گفتم تو یه عکس همه برادر خواهرام بودن 15 16 نفر. من خودم رو چون میشناختم پیدا کردم، گفتم کوچولو چقدر زشت بودم من. حالا باید به مادرم نشون بدم که بهش بگم مامان منم بچه تو هم، چرا به من توجه نمی کنی؟ همه کنم دیگه 10 سالم شده بود. با اشتیاق رفتم پیش به مامانم گفتم مامان نگاه کن این عکس رو. مامانم گرفت کنه ای بچه های گل خودم این همه شون. یو گفتم این کیه؟ گفت این کیه؟ خودم مرگم بده چیز زجی کشیدن به در مادرش اینو بزرگ کردن تو جامعه سرشون بالا بگیرن. بدبخت و خیلی براش سخت بوده. بعد اونجا مطمئن شدم که دیگه سر راهیم. وقت من یادمه تو بچگی تب 48 درجه داشتم، بالشم داشت ذوب میشد که کلم بود عرق هم چون میمیدم. بعد انقدر تبم بالا بود، انقدر دردم بالا بود. کسانی که کرونا گرفتن بدن درد گرفتن اونا میدونن من چی میگم. من صدام در نمیومد که بگم یکی کمک کنه. فقط میگه حالا بابام کجا بود؟ نشسته بود کنار من و میگه لا 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 الله اکبر لا 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 لا. من هم میگم نمیدونستم صحبت کنم، از شدت تب داشتم میسوختم. اما اون آخر سر بابام شاکی شد، بلند شد یه لگد زد دو پهلوم. برگشتم به تنظیمات کارخونه، رفتم تو گوشه شروع کردم به بازی کردم با یه لگد. ما با یه لگد درست می‌شدیم قدیم. الان این همه دوا دکتر داداش بزرگترم که هیچ، اون از من خیلی جلوتر بود. داداش بزرگترم اونم داشت میمرد. تب کرده بود، اون تب 56 درجه کرده نداشتیم تو دنیا. تب 56 درجه داشتیم. بعد تو شکش و چیزی ذوب شد کلا، اون رو ریختیم دور دیگه. اون رو موکت می‌خوابید تو وقتی خوش. اون نالش میشه بود. اون دیگه صدای نالش هم نمیشید از شدت طبیعی که داره دردی که میکشید. بابا میشه سوه بخم گفت لا 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 چیکار کنم؟ از دست این بچه مریض میشن. ببین علکی مریض. بعد یهو دیدم پدر بزرگ دیدم لگد رو زد تو در، در باز شد با تفنگ دلول شکاری. گفت اگه زرج میکشه خلاصش کنم.
ببین ما چیزی این کجا خانواده بزرگیم ما بچگی تلویزیون بود تو خونمون اینجوری بود تلویزیون نه تلویزیون بود سیاه‌سفید بود اما خب ما پلنگ صورتی رو همیشه برام سوال بود گفتن این سیاه‌سفید کجاش صورتیه چرا اینو میگن پلنگ صورتی بعد میگفتم تو بچه‌ای نمیفهمی لابد صورتیه آره بعد مجریها چقدر روی مغز من بودن خانم رضایی بود خانم کی بود مجری بوده خانم خامنه خانم رضایی من باحال دست میداختم ما رو نشون بعد ساعت 5 بعد از دو کارتون شروع میشد برنامه شروع میشد این آهنگ رو مخ گفتم آقا اینا ولش کن بعد برنامه رو شروع کن همچین با شو چارزانو پای تلویزیون نشسته بودیم بعد تا شروع میشد میگفت که عزیزم شما فکر نمی‌کنی خیلی نزدیک تلویزیون نشستی؟ شما یه خورده برو عقب‌تر. هیپه چشات بین قشنگیت نیست جلو تلویزیون چشات کم سو میشه، چشات بینایش از بین میره. یه خورده برو عقب. ما هم توی خودمون می‌کشیم روی موکت چون فرش نداشتیم. موکت بود، بعد راه راه می‌شدیم. یه گله گوره خرد مثلا ببینیم راه راه بود. رو موکت راه راه خودمون میشه گفت که اونم کارشو بلد بود بود این خانم موشی داره ما رو میبینه نزیم ما میریم عقب ازده میکشیم عقب یه نیمه ما عقب تر میرفتیم گفتید ما رو میبینین با مانه با مانه عقب تر بعد بعضیمون از پنجره میفتیم تو کوچه چون خونمون کوچیک بود خب خانم خامنه خانم رضایی مگه چقدر جا هست یه اتاق سه درشتاری برو عقب برو عقب ما چند تون مردن افتاد از واقعی سوم افتادن مردن ما برادر خواهرام زیاد بودن الان اون چیزی باقی مونده 9 تا است 6 تا مردن نه بعد تلویزیون ها بعضیشون مثلا کرونا اون زمانو گرفتن یه کرونا بود مال اون زمان نه حسبه و با دیفتری دفتری کتابی همینجوری مثلا اگه برادرم همجوری علیکی مرد زرت بدون دلیل خلاصه اینکه همین یه من بیشتر از این خسته شدم مرسی مرسی بحبا مرسی مرسی هم زنده باشیم امیدوارم که لذت برده باشم بینندگان عزیز بسیار زیبا خیلی خیلی ممنون از همون یه دفتی دست دوستانه چه دستای گرمی داری؟ تو هم تب داری بکنم نه نبزشو بگید، دستشو بگید نه دستام به هم گرفته بودم نه راست میگه، دندونات لامینت نیست همون نگاه میکنم نه بابا نیست بفهمم، بفهمم، سر میز بشینیم چقدر شما خوب پذیرایی میکنه دادا ماشاءالله شما خیلی جوون موندی ها ماشاءالله خیلی از همه تخته چی میخوری لاغر موندی؟ چاق نشده هیچی نمیخورم دیگه اصلا نمیخوری هیچی من دیدم چرا الکی چاق شدم یه خورده اصلا راضی نیستم از خودم از این موبایل نه تو دوره کرونا به هر حال متاثرم از یه چاق شدین آره خیلی متاثرم ورزش میکنین خیلی ورزش فکری میکنم بیشتر ما ورزش فکری هم ورزش دیگه با فکرت ورزش میکنم دراز شدن چشم بستیزم دارم پینگ پونگ بازی میکنم فوتبال بازی میکنم فوتبال هم بازی میکنی؟ فوتبال من دریپ میزنم اصلا در حد زین الدین زیدان هم کچل آره در حد زین الدین زیدان فوتبال با هم بریم بازی کنیم بازی میکنیم دریپ لیبت میزنم رونالدوی که پرات بریزه جدی میگی؟ برگات بریزه، مشخات بریزه این موهات بریزه اینا چیه؟ پر بریزه، برگ بریزه مثلا زهلت بره اینا شیمیا زهلم زهرم رم. چرا اونو من شنیدم ولی این هم خیلی باب شده عراق بریزه و این بروز شده شده دیگه بروز شده زهرم ریخ یا قلبم ریخ میگن قلبم ریخ هوری قلبم مثلا قلب کجا هوری می قلب کجا هوری میریزه کجا میریزه نه اون حالت دلشوره است در واقع یعنی دلشوره کجا شور میشه مثلا دلشوره راست میگن نه من یه چیزی میگم مثلا آمر میگن دل درد دارم بعد میگه از ته دل دوست دارم اگه دل درد داری که منظورت روداته پس چرا وقتی میگی طرفو دوست داری میگی از ته دل از ته روداش تا
طرفو دوست داره. بابا باید بگه از ته قلبم تو رو دوست دارم. ما دل و قلب رو می‌بینیم. در اینی که میگم ما چند چندیم. این دل همون قلب عزیزان. قلب خودش می‌دونه که آنزیمای قلب خیلی عجیبی تو این کشف تازه دانشمندانه که وقتی که شاد میشی یا عاشق میشی یا نسبت به کسی مکنونات قلبی داری آنزیم‌هایی در قلب ترشح میشه که اینا باعث میشه که دوپامین از مغز ترشح بشه و دوپامین احساس شادمانی برای آدم میاره، احساس سرخوشی و شادمانی. آنروفین هم که میدونیم باعث کم شدن درد میشه و سرتونین و ملاتونین هم فکر کنم دو تا دیگه اونا که آنزیم‌های جناب آقای دکتر ریوندی ببینید چقدر آخه این اطلاعات بالاست. من زنده باشی نمیدونم دیگه بعد چیکار کنم. خجالتمون ندیم. نه اصلا ادامه درس بدم. خوب دیگه مدادم تموم شد. گفتم تک تاثیر کردم. من سوالم از شما اینه. بفرمایید. درسته که مهمان برنامه شما هستم اما خواهش می‌کنم اخلاقم بعد من اینه که در برنامه‌های اینجوری که گفتگو محور دعوت میشم، حالا این چه در سینما خانگی چه در تلویزیون، نمیذارم مجری زیاد حرف بزنم. اشکال نداره. من مجری میشم، مجری شنونده میشم. بله. این اخلاق بعدی داره. من چون حرف زیاد میزنم و به خاطر همینه که خلاقیت از تو حرف زیاد، پرحرفی از پردردیه. آره. کسی که دلش پره حرف زیاد میزنه. من برعکس فکر میکردم. ولی اشکال نداره بفرمایید. من الان آره. شما فوتبالیست بودی اول، درسته؟ بله. بعد شما چتون شده؟ چمون شده؟ چی میو الان نمیدونم چمونه چرا چندی با خودمون الان فوتبالیست میان مجری میشن، مجری میرن بازیگر میشن، مجری میرن فوتبالیست میشن، بعد فوتبالیست میاد بازیگر میشه، بعد چه اشکال داره؟ نمیدونم چمونه. الان اولا که فوتبالیست بودن من نه عرض میکنم فوتبالیست بودن من که مال تا 21 سالگی بوده. خب خیلی زمان میگذره از اون موقع. بالاخره فوتبالیست بودی؟ بعد زانو آسیب دیده فوتبال رو صلیبی پاره کردین؟ چندین سال بله. چندین سال بعد از اینکه فوتبال روشم کنار بازیگر شدم. متولد چند شما؟ متولد 59. 9؟ بله. شوخی میکنی؟ خدا. یعنی تو فقط 5 سال من پروژکتوری؟ بله. الان فکر کردم مثلا من 18 سالمه. گفتم کمتر میخوره. بینندگان از قضاوت کنم به دهه 70 یا دهه نه متولد 59. ماشاءالله. خیلی فاصله 155 هم تخته. تختش هم این تخته های 750 ساله است میچسبه. ولی در این حال خب بعد با این خوشگلیت خوشتیپی موها رو پریشون من از اول برنامه مهم موهاتم. بعد از اون اینقدر خوشگلی خوشتیپی بعد بغض کردم وقتی دیدم حتی دندوناتم رفتی کابینت لامینت کاری نکردم دندونای خودم بخوام. دندون خودت من چرا واسه اینقدر سفیده؟ خب چی میمالی بهش؟ میگو منم بمالم دندون. قهوه نمیخورم، چای کم میخورم. آه قهوه نمیخورم. یعنی خیلی اینا رو کم میخورم. مسواک هم زیاد میزنم. یعنی هیچ رفتی نداره. بگو کجا رفتی؟ طبیعی لامینت کردی؟ نگرم لامینت. کامپوزیت کردی؟ عکسای چیکار کردی؟ عکسای 20 سالگی من هست. دندون خودمه. دماغ چرا کوچولو هست؟ دماغ عمل نکردم به خدا. عکسامو ببینین. تو نشور بیوتی واقعی هستی. لعنتی. یعنی من میدونی اصلا آقای دانایی، وقتی شما دانایی من نادانم باقا کنم نزنین این حرف آدم با این سطح سواجی که نادان باشه بردشی مهمونی رو بردی به این زشتی من میگم خوشگلی و آقا باز فرش فروشی کردی؟ بین با این سطح از محبوبیت میدونی ما از میخوای بگی که اینا رو که داری تعریف از من میکنی باز برو نگاه کن ببین کدوم محبوب تری اینا میخوای بگی دیگه باش قبول آقا قبوله درست هم میگی بله خوش به حال از این شاخه به اون شاخه کردم از فوتبال اومدم رفتم شما الان میگی من اینا رو هم ندارم ولی بیا دنبال کننده رو ببین محبوبیت رو ببین شهرت رو ببین خب الان اینو خدمت عرض کنم این که میگم که چمونه ما چند چندی از این شاخه به اون شاخه پریدن از نتیجهش اینو میخوام بگم از قدیم گفتن از این شاخه به اون شاخه پریدن خوب نیست چون بالاخره یه شاخه میشکنه با شما چرا میخوای با مخ میای رو زمین شما چرا میخوای بازیگر شی من اون موقع که میخواستم بازیگر بشم هنوز پیجم راه نیافتاده بود هنوز این کارو نکرده بودم بعد از این نکته مهمتر حالا من میخواستم اینو مطرح نکنم خب ولی نکته مهمتر شما تحصیلات تربیت بدنیه درسته حالا ما 4-5 سال 6 سال فوتبال بازی کردیم از حالا منهای
توی کوچه بازی کردن. من در دوران معلمیم معلم ورزش بودم اما اجرام انجام میدادم. خب بفرما الان شما از نمیرفتم فوق لیسانس تربیت بدنی هستین یا لیسانس؟ لیسانس فوقش لیسانس هم فوقش لیسانس بودین ازش استفاده میکنم بعدا. لیسانس تربیت بدنی چند سال دبیر بودین؟ دبیر ورزش بودین؟ من 8 سال دبیر ورزش بودم نبودم. ورزش بودین. مدرسه نمیرفتم. همیشه یک جا خودم میذاشتم. چند برابر خب ربط نداره از اونجا معلم... الان اومدین؟ نه اصلا مدرسه نمیرفتم. 10,469,000 فکر کنم تو این فاصله. نه سر اجراها. الان شد 475 احتمالاً. چه من تو مدرسه 1000 فالوور داریم. چی؟ با کی بودین؟ چی؟ میگم که دبیر ورزش بودین. الان اومدین 17,400 و الان دیگه تو این فاصله شد 75,000 تا. با بولول درازی نکن برای من. نه دیگه آخه نمیشه دیگه اینجوری. بعد میگین تو چرا فوتبالیست بودی؟ من ورزشکار بودم یه دوره بعد زانو آسیب دیده. خب ربات صلیبی عمل کردم. بچه بازیگر شدی بچه رفت بازی کردی. کی گفت بری بازی کنی؟ چرا پس اونایی که این ریخته بودن بازی ندادن؟ من رفتم گفتم آقا من پول میدم پول میدم بازی گفتم نه پولت هم نمیخوام. واقعا دوست داری بازیگر شی؟ خیلی سینما دوست دارم. رضا عطاران اون یه روزی بهش گفتم حدود رضا خیلی خوبه. 8 سال پیش 10 سال پیش بهش گفتم که رضا من میخوام بازیگرشم بیام بازی طنز ارائه بدم. این عدد بسیار نجومی بهش گفتم حاضرم پرداخت کنم اما به این شرط که من نقش اول باشم شما پارتنر من باشی نقش دوم. حالا این چه پیشنهادی بود آخه؟ بعد گفت که واقعا تو اینقدر پول هزینه میکنی؟ گفتم آره. دست مردونه با هم دادیم و رضا رفت به کار خودش رو. بعد من چند بار بهش زنگ زدم جواب نداد. بالاخره یه بار بهش زنگ زدم کنسرت هم دعوتش کنم گفت که حقیقتا گرفتار اجرا. گفتم رضا اجرا چی شد؟ بازی چی شد؟ گفت که دارم دنبال یه فیلمنامه خوب میگردم، دارم دنبال کسی میگردم که ببینم چه نقشی برای تو مناسبه. اما رب اما ازش راضی ام چون باعث شد که من خودم بتونم خودم رو با یاری خدا بسازم و بیام بالا و با مطالعه و هزینه کردم. خیلی هزینه کردم. ساعت ها نشستم پای صحبت استادایی که به صورت خصوصی برام میمدن یا اینکه سمینارهایی که دعوت میشدن، سمینارهای خیلی مهم. اصلا ربطی نداشت به من که سمینار مدیریت. یعنی فکر می‌کنی خیلی علمی این فضا. آره مثلا سمینار MBA و DBA برای مدیریت میدونی که برای مدیریت هست. اصلا ربطی به من نداره، در واقع ربط داره. تا حالا شده تو موقعیت قرار بگیرین که شما استنداپ کمدی انجام بدین؟ خب و نخندن؟ خیلی اینجوری بوده. خیلی که نه. تک و توک بوده اینجوری و خیلی زجرآوره. اینجا دعوت شدم واسه اجرا. مخاطبین کسانی بودن که فقط تنوک دماغشون رو میدیدن. و به سایه خودشون میگفتن دنبال من نیا. یعنی خیلی آدم های خودشیفتهی بودن. من هر چقدر تلاش کردم اصلا کسی نه میخندید نه دست میزد. من دیگه عصبانی شدم گفتم که ببخشید. مثل شما با من مشکل دارید به من دعوت کردید اینجا به من نخندید اما این کردید که من زایه کنید نه اگه کشله رو بهش نخندید امشب زایه شد یه شب اینجوری شد آره یه بار اینجوری شد اما خب فکر کنم یک بار دو بار این اتفاق افتاد. شما خیلی فضای بداهه دارین. میخوام ببینم این بداهه در زندگی شخصیتون هم وجود داره تو کار تو داره تو خونه داره. با خانواده یهو یه چیزی به ذهنم میرسه میپرونم میگیره. تو تصمیم گیری ها چی؟ آدم لحظه این؟ یا نه؟ با برنامه ریزی میرین جلو؟ تصمیم گیری ها؟ آره. تصمیم گیری ها بستگی داره که تو رو چه مودی باشه. آدم بعضی وقتا تو از خواب پا میشه همچین سرحال و سرفرم نیست. بعضی وقتا که پا میشه سرحالی یا من تو خواب گهگاهی یه استنداپ رو میبینم دارم اجرا میکنم که در عالم واقع اصلا اجرا نکردم. از خواب که بلند میشم مینویسمش که این تو خواب اجرا کردم. اتفاقا اون استنداپ خیلی میگیره وقتی اجراش میکنم. یه بخشی داریم در برنامه رخ به رخ با عنوان آینه رخ به رخ که مهمان عزیزمون بدون نقاب و صادقانه در مقابل آینه رو در رو با خودش رخ به رخ با خودش قرار میگیره. من یه سری سواله که در واقع صدای ذهنی شماست براتون میخونم شما به آینه لطفاً جواب بدید. الان بریم؟ آقای کارگران میتونیم بریم؟ بله فقط یه لحظه اعلام بکنم که نورا رو بگیرم. خب فقط آینه رو بیارن که بعد شما زحمت بکشید. آقای ریمندی چه حسی دارم؟ آینه
فقط بگو که تو گاهی غمگین میشی افسرده میشی اصلا با خود راست باشی. آره منم بعض وقتا غمگین میشم افسرده میشم، اما خب چون ایمان دارم که بالاخره میگذره این روزا سر پا میمونم. حاضری با ترسات رو باشی؟ با ترسات میتونی رو باشی اصلا؟ حسن تو ترسو بودی یا نه؟ بچه که بودم آره ترسو بودم، دعوای همسان خودم همیشه کتک بودم، نه که قدرت بدنی من کم باشد دعواتون. بچه که بوده وقتی دعوا میکردیم احساس از آن وجدان میکردم که اگر دعوا به بچه رو مردم بشونم یا سنگی به سرش بدنم چون رو بهش بدنم بدن از آن وجدان بشونم من رو همیدونم. بارها کتک زجه میزد و گریه میکرد و سر و کلش میزد خودم بودم. برنامه که بیادم بازیم و ایدئالگرام و خوب نیست در واقع آدم ایدئالگرام باشه، چون ایدئال هیچ وقت به وجود نمیاد مگر در این قالب. مرسی. خب مثلا اگه من این رو انتخاب میکردم رسیدم بهش خیلی زودتر بود. البته این نمیتونه یه چیز محتوم باشه و یه اصل درست پا برجا باشه،
من میگم که ملاک و معیار در زندگی انسان احساس آرامش و خوشبختی. من خیلی از پولدارای میشناسم که شاید هزاران میلیارد پول دارن، اما وقتی باشون دم میشم و صحبت میکنم اصلا خوشحال نیستم و آرامش رو ندارن، اون خوشبختی رو. من ازشون سوال میکنم چرا؟ خودشون هم نمیدونن سردرگم شدن. خوشبختی نهایتا داشتن رضایت نسبی از خود دیگه. خب پس انتخابتون هواپیماست. بله، هواپیمای اختصاصی. باش کجا سفر میکنین؟ سفر میکنم به جای زیبای دنیا، مثلا شاید برم افریقا برای دیدن صحرای سرنگتی، یا برم هندوستان که مرتضا رو ببینم مثلا. حالا یه نفر رو بخواییم، الان داره پرواز میکنیم، یه نفر رو بخواییم به خودتون ببریم، کیه با من هم سفر؟ فعلا مادرم برم بازم. بله، چی از این بهتر؟ چون مجردم. چرا ازدواج نکردی؟ نمیدونم واقعا راستی چرا ازدواج نکردم؟ چرا واقعا؟ نه واقعا ما ازدواج کردی؟ نه خیلی. خب تو هم الان وقتش بیاد یک اقدام بکن. من دیگه ازم گذشته. پس از من چیه؟ من شما وقت داری؟ پلاسیده شدم. نه بابا این چه حرفیه؟ پس دیگه وقت اینه که ازدواج کنیم دیگه. بعد شما جاهایی که میرین سفر علاقه دارین که غذای محلی اونجا هم بخورین یا نه؟ آره این تست میخوام بکنم. غذای محبوبتون چیه؟ کتلت. خودتون هم غذا درست میکنین؟ من آشپزیم عالیه. جدی میگی؟ قرمه سبزی، خورش کرفس، ماکارونی، درجه یک ترین ماکارونی درست میکنم. آفرین. حالا من اصلا آشپزی بلد نیستم. اینجوری هستی. من توی شرایطی بودم یه زمانی مجبور بودم آشپزی کنم. چه کارتونی رو دوست داشتین؟ کارتونا توجه کنید این علامت آکن بوز میتی کوم اون رو دوست داشتین؟ اون دوست داشتم با فوتبالیستا دوست داشتم. اون تا فوتبالیستاشون خیلی اغراق توش بود. آره. من علاوه بر اینکه خودم خیلی ذهن انتزاعی دارم و تخیل خیلی قوی دارم، گفتم تو دیگه از مغز من زده جلو. فیلم مورد علاقتون چیه؟ فیلم ایرانی یا خارجی؟ فرق نمیکنه. ایرانی مثلا آژانس شیشه باحال بود. به به. خیلی فیلم خوبی بود. فیلم خوبی بود. کار آقای ابراهیم حاتمی‌کیو. آره. فیلمی که توش قهرمان داره و قهرمان بالاخره در رأس قرار میگیره. به موفقیت میرسه. آره. آقای بندی. نگاهتون به مقوله خداحافظی چیه؟ خداحافظی؟ من یاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میندازه. یه مقدار خداحافظی سختمه، مخصوصا از جایی که لذت دارم برم کسی که دوستش دارم پیش جام. دلگیر میشم، دلم میگیره موقعی که ما از کسی که دلبستگی بهش دارم خداحافظی کنم. بهتون نمیگم خداحافظ با توجه به اینکه خداحافظی دوست نداریم، مخصوصا از توی دوست داشتنی، از این برنامه دوست داشتنی و مردم گلی که این برنامه رو میبینن عید تبریک میگم. عوض خداحافظی میگم به تو سلامم را اگر پاسخ نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، یعنی اگر فوشم بدی من خوشا دایی بایی هم بگیم. خیلی ممنون که افتخار دادین. اولین برنامه رخ به رخ رو مزین کردین. رخ به رخ چشم چشم بودین تا آخرش. بله، آرزو میکنم که همیشه شاد باشین و نفستون گرم باشه، همچنان بتونین مردم رو شاد بکنین. زودم کرونا تموم بشه بتونین برنامه هاتون اجرا کنین. چه آرزوهای خوبی کردین. موفق باشین. خیلی خیلی ممنون. بدرقه کردن اتفاق جذابیه، باعث میشه توی قدم زدنهای آخر تلخی خداحافظی رقیق‌تر بشه و با مرور اتفاقاتی که افتاده با خودت بگی تموم شدنم به امید شروع شدنهای دوباره میتونه اتفاق